در یه مطالعه از شرکت کنندگان خواسته شد که تنها به مدت 15 دقیقه در یک اتاق بشینن و هیچ کاری رو انجام ندن. داخل این اتاق یه دکمه وجود داشت که اگه شرکت کنندگان اون رو میزدن، شوک الکتریکی به اونا وارد میشد. 67% از مردهای شرکت کننده و 25% از زنان شرکت کننده در این مطالعه اون دکمه رو زدن. این به ما نشون میده که ما چقدر از بی‌حوصلگی و یا سر رفتن حوصله بدمون میاد. ما انقدر از این بدمون میاد که میتونیم درد کشیدن رو به سر رفتن حوصله ترجیح بدیم. به همین خاطره که ما تا جایی که بتونیم در زندگی روزمره از سر رفتن حوصلمون جلوگیری میکنیم، یا وقتمون رو با بالا و پایین کردن در شبکه‌های اجتماعی میگذرونیم و یا میشینیم و فیلم و سریال میبینیم یا میریم سراغ بازی‌های ویدیویی و خودمون رو با اونا سرگرم میکنیم. فکر کنم در طول تاریخ بشر دوری از سر رفتن حوصله هیچ وقت آسان‌تر از الان نبوده. سر رفتن حوصله به بدی که ما فکر میکنیم نیست. ما معمولا سر رفتن حوصله رو با عنوان یه حس بد در نظر میگیریم و تا جایی که بتونیم از اون دوری میکنیم. هرچند علم به ما میگه که سر رفتن حوصله میتونه برای ما عالی باشه. در یه مطالعه نشون داده شده که سر رفتن حوصله میتونه باعث افزایش خلاقیت در افراد بشه. در این مطالعه به افراد شرکت کننده یک کاسه لوبیاهای رنگی داده شده بود و از اونا خواسته شده بود که لوبیاها رو یکی یکی بر اساس رنگ مرتب کنند و بعد از انجام این کار این افراد در یک تست ایده پردازی شرکت کردند که در اون خیلی عالی عمل کردند، حتی بهتر از گروهی از هنرمندها که قبل از این تست مشغول کارهای جالب و جذاب هنرهای دستی بودند. سر رفتن حوصله برای خلاقیت بیشتر یه امر واجبه. فکر کردن باعث میشه ذهن شما باز بشه و ایده ها در اون رشد کنند و شکوفا بشن. خیلی از نویسنده ها، مجسمه ساز ها، موزیسین ها این رو تجربه میکنن که سر رفتن حوصله باعث میشه که اونا کار خودشون رو بهتر انجام بدن. خب هیچ کس قطعاً به چشم ندیده که جی کی رولینگ نویسنده سری داستان های هری پاتر حوصله‌اش سر بره. جی‌کی رولینگ در یه مصاحبه در سال 2016 بود که گفت من مداد یا خودکاری نداشتم و خیلی هم خجالت میکشیدم که از بقیه افراد داخل قطار درخواست خودکار و مداد بکنم و در اون زمان به شدت از این مسئله ناامید شده بودم، اما حالا که به عقب نگاه میکنم متوجه میشم که این موضوع برای من خیلی هم خوب بوده. این اتفاق 4 ساعت کامل رو در قطار به من داد که درباره کتاب و جزئیات و بخش‌های مختلف اون فکر کنم. شما میتونید دنیایی رو که هری پاتر در اون وجود نداشته باشه رو تصور کنید. گم شدن در افکار و انجام ندادن کاری غیر از فکر کردن بود که باعث شد جی کی رولینگ به این ایده فوق‌العاده برسه. در سال 1666 آیزاک نیوتن به خاطر وجود بیماری همه‌گیر تا اون در لندن مجبور شد که 1 سال رو در خانه مشغول به کار بشه. اون زمان نیوتن دانشجوی کمبریج بود و کمبریج از دانشجوها خواسته بود که در خونه درس بخونن. و خب اگه نیوتن رو بشناسید احتمالاً بتونید حدس بزنید که توی اون 1 سال به چه ایده هایی رسید. اون به نظریه های مربوط به اپتیک، حساب، حرکت و گرانش در اون سال دست پیدا کرد. بعدها از اون سال به عنوان سال شگفتی های نیوتن یاد شد. دستیار نیوتن به این شکل توضیح میده که نیوتن به چه شکل یکی از ایده هاش رو به دست آورد. نیوتن که در باغ قدم میزد و مدام در حال فکر کردن بود، به این موضوع فکر میکرد که گرانش زمین که باعث شده سیب از روی درخت به زمین بیفته به یک فاصله کوتاه محدود نمیشه، بلکه باید این گرانش یه فاصله بسیار دورتری از سطح زمین رو پوشش بده. و بعد با خودش گفت که چرا تا ارتفاع ماه نباشه. تمام این نظریات و دستیافته های نیوتن درباره گرانش از اون لحظه‌ای که نیوتن حوصله‌اش سر رفته بود و زیر درخت سیب نشسته بود شروع شد. شاید علم خیلی عقب‌تر از الان می بود اگه که نیوتن از بی‌حوصلگی زیر درخت نشسته بود و مشغول فکر کردن نبود. سر رفتن حوصله به شما کمک می‌کنه که برای آینده برنامه ریزی کنید. در کنار شکوفه شدن ایده ها، سر رفتن حوصله میتونه باعث بیشتر شدن بهره‌وری شما هم بشه. سر رفتن حوصله به این معنی نیست که شما هیچ کاری انجام نمیدید. اگه شما ذهن خودتون رو با شبکه‌های اجتماعی به شدت مشغول نکرده باشید، ممکنه مشغول فکر کردن و برنامه ریزی کردن برای آینده خودتون باشید. آینده شما قبل از اینکه شکل بگیره، باید بهش فکر بشه و سر رفتن حوصله به شما این اجازه رو میده که این کار رو بکنید.
به این کار برنامه ریزی اتوبیوگرافی میگن. این برنامه ریزی نیاز به شناختن و برنامه ریزی کردن قدم هایی داره که ما رو به یه آینده مشخص میرسونن. پس لازمه که بعضی وقتها گوشیتون رو بذارید داخل جیبتون و بذارید حوصله‌تون سر بره. فکر کردن برای شما عالیه و زمانی که حوصله شما سر بره حسابی به همه چیز فکر میکنید. پس سری بعد که از بیکاری نشستید و خودتون رو مشغول دیدن فیلم و سریال کردید یا دارید بازی‌های ویدیویی انجام میدید، یادتون باشه که دارید خودتون رو از یه سری ایده‌های تغییر دهنده زندگی محروم میکنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال The Real School رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای آینده ما مطلع بشید. و در آخر از شما دعوت میکنم که ویدیوهای دیگه کانال رو که روی صفحه نمایش داده شدن رو هم روشون کلیک کنین و ببینین. خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید.